سلام، سلام به شما خانواده های مهربان که روزهای سپید زمستان رو سپر می کنید. از صمیم قلبمون سلام و خدا قوت می گیم به شما هموطنان عزیزمون. امیدواریم در کانون گرم خانوادتون زندگی زیبایی داشته باشید. به سبدی برای زمستان خوش آمدید. در همین ابتدای برنامه میریم سراغ یکی از افراد خلاق که در زمینه کارآفرینی ایده های بسیار جالبی ارائه کردند. آقای مهندس زارعی. بذارید از زبان خودشون بشنویم. به نام خدا، من علی زارعی هستم، کارشناس مخابرات گرایش سویچ و همچنین مربی کارآفرینی با روش SIYD از سازمان جهانی ILO که در مؤسسه کار تامین اجتماعی و دانشگاه تهران این دوره رو گذروندم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو. در ارتباط با کاری که من انجام دادم، بهتر بگم کسب و کاری که من راه اندازی کردم بر اساس یک ایده اولیه‌ای که تقریبا در سال 87 این ایده برای من شکل گرفت، پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی شد و در عرض چند سال این رشد پیدا کرد، شاخه برگ‌های زیادتری پیدا کردیم ایده و الان کسب و کاری که من راه‌اندازی کردم در قالب یک مؤسسه‌ای که در زمینه کارآفرینی و خلاقیت فعالیت می‌کنه. ایده اولیه که داشتم این بود که در سال 87 یک طرحی را من ارائه دادم که به عنوان طرح نوآور انتخاب شد و جزء برگزیدگان جشنواره شکوفایی و نوآوری بودم در اون سال. بعد از اون من تصمیم گرفتم که یک کار جدیدی برای سال بعدش داشته باشم که باز توی همچین جشنواره‌ای بتونم حضور پیدا کنم و بیشتر دنبال این بودم که یک اختراعی را انجام بدم برای خودم. دنبال این قضیه رفتم که ببینم اول کتابی در این زمینه وجود داره که یک نفری که میخواد مخترع بشه چه روشی رو باید به کار ببنده. کتابی پیدا نکردم و خود این موضوع شد برای من سوژه که خب حالا وقتی کتابی وجود نداره خوبه خود من بشینم و یه همچین کتابی بنویسم، ببینم واقعا مخترعین بزرگ دنیا چه کاری انجام دادن در زندگیشون و بعد کتابی به این زمینه طراحی کنم. خب کتابی با این مضمون به نام به سوی نوآوری من نوشتم که سال 89 این کتاب من چاپ شد، ولی در فاصله همون دوران من کارگاه‌هایی هم توی زمینه آغاز کردم و با یه تعدادی از بچه‌های دبیرستانی کارگاه‌های خیلی خوبی رو گذاشتیم که تعداد بسیار زیادی از این بچه‌ها تونستن مخترع بشن و به اختراع و به اون نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم دست پیدا بکنن. خب متقاضیان کسب و کار ما زیاد شد. خیلی از افرادی بودن که دوست داشتن بچه‌هاشون بیان دوره‌های مختلف ما رو بگذرونن و بعد بتونن مخترع بشن این افراد. خب این کتاب من هم جای مختلف ارائه شد، عرضه شد و بهترین نتیجه ای هم که به دست اومد سال 90 که از فراگیران کلاس ما نفر دوم جهان شد تو کشور آلمان در جشنواره درستان آلمانشون آقای عربی اختراعی انجام دادن که اونجا موفق به دریافت مقام دوم جهان شدن. خب از اونجا میشه گفتش که یک فصل جدیدی باز به کسب و کار ما رقم خورد که این از حالت فردی خارج شد و ما این همه این الگو رو آوردیم در یک قالب مؤسسه پیاده کردیم. مؤسسه‌ای در زمینه خلاقیت کارآفرینی من راه اندازی کردم و بعد اومدم خدمات این مؤسسه رو به 4 قسمت تقسیم کردم. خدماتی که به کودکان 6 تا 12 سال میدیم، خدماتی که به نوجوانان و جوانان میدیم، خدماتی که برای بزرگسالان در نظر گرفتیم و خدماتی که به مؤسسه و شرکت ها میدیم. برای سنین 6 تا 12 سال یعنی کودکان ما در زمینه خلاقیت و هوش های چندگانه کارگاه، کلاس، آموزش، تربیت مربی، پس کنم سمینار، کنفرانس و هر نوع چیزی که شما فکر بکنید ما شروع کردیم انجام دادن و خوب استقبال خیلی خوبی شد تو این زمینه، تا جایی که مؤسسه ما تقریبا تو 5 استان کشور فعال هست و داریم فعالیتمون رو انجام میدیم. در قالب نمایندگی هایی که ما به استان های مختلف داریم، خب این تونست خودش شغل ایجاد کنه، اولا برای خود همون افرادی که میان نمایندگی از ما میگیرن و بعد مربیانی که تو اون شهر آموزش میدیم و به عنوان پرسنل توی مؤسسه توی اون نمایندگی ها مشغول به کار میشن. خب این فرصت خیلی خوبی هستش که افراد تونستن از این استفاده بکنن. در زمینه نوجوانان هم که در همون زمینه نخبه پروری ایده ای که ما پیاده کردیم تحت عنوان پروژه ملی نخبه پروری و تأسیس کلوب دانشمندان و مخترعین 1404 هستش که خب کلوبی هست که یک نفری که الان دانش آموزه ولی میخواد در سال 1404 مخترع و دانشمند بشه چه روشی رو باید پیاده بکنه. خب ما این افرادا تحت نظر میگیریم و در این کلوب که
میتونن این کارا رو دقیقاً انجام بدن و ببینن چه شیوهی باید تو زندگیشون به کار ببرن. بعد از بزرگسالان هم تو زمینه کارآفرینی موارد شدیم. چند پروژه منحصر به فرد خاصی رو من طراحی کردم که خب همه اینها خلاقیتی بود. حتی چون خودم مدرس خلاقیت و کارآفرینی بودم، سعی کردم که از این خلاقیت توی زمینهای مختلف شغلی و کاری خودم استفاده بکنم. هر سوال خدمتتون که من مسابقات کارآفرینی رو برای اولین بار در ایران بنیانگذاری کردم که تا این لحظه تقریبا این مسابقات 6 تا شهر کشور ما برگزار شده و ما تقریبا 13-14 دوره مسابقه کارآفرینی داشتیم توی این شهرها. خب توی این کارگاه‌هایی که حالت آموزشی هم داره افراد مختلفی شرکت میکنن، به چند تیم تقسیم میشن، تیم‌های خرده فروش، تیم‌های تولید کننده، قرارداد کاری با هم دیگه می‌نویسن، تولید کننده‌ها تولید میکنن، به خرده فروش‌ها میدن و دقیقاً همون اتفاقاتی که در یک بازار کسب و کار میفته رو ما توی کارگاه 5-6 ساعته برای این دوستان رقم میزنیم و شبیه سازی میکنیم اون اتفاقاتی که توی کسب و کار واقعی میفته. خب خود این موضوع با استقبال خوبی مواجه شده. اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از این قضیه حمایت کرده. در مرکز رشد دانشگاه آزاد ما با همین ایده مستقر شدیم و الان برنامه ما این هستش که بتونیم مسابقات کارآفرینی رو در سطح دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های کشور انجام بدیم. وقتی که این تعداد زیاد میشه خب قطعاً تعداد برگزار کننده نیاز داره، همیشه یه تعداد مربی مدرس نیاز داره، خدمات خوبی میتونه داده بشه توی نمایندگی و خودش میتونه کسب و کار خوبی رو برای همون افرادی که برگزار کننده و اجرا کننده هستن داشته باشه. پروژه دیگه که ما برای بزرگسالان میشه گفت رقم زدیم یک پروژه آموزشی بود تحت عنوان قطار جادویی. خب پارسال دو بار این پروژه ما انجام گرفته و این هم بر اساس یک داستان بود. یک رمانی من نوشتم در ارتباط با کارآفرینی به نام قطار جادویی که در سال‌های 90 و 91 این رمان من توی یکی از مجله‌های کشور چاپ می‌شد. صورت قسمتی هر ماه این داستان رو من اونجا ارائه می‌کردم. داستان حالت آموزشی داشت. شخص به نام محسن کسب و کاری هم خواست راه‌اندازی کنه. بودجه کافی برای این کار نداشت، پول نداشت. به دوستش نادر مراجعه کرد. نادر به جای اینکه پول به محسن بده، به یک قطار داد. محسن سوار قطار شد. توی کوپه‌ها و واگن‌های مختلف آدم‌های متفاوت و مختلف نشسته بودن که به محسن کمک می‌کردن. مثل اساتید، مثل کارآفرین‌ها، مثل افراد موفق، آموزش‌های کارآفرینی ما در قالب این داستان اتفاق افتاد. خب این داستان با اقبال خیلی خوبی مواجه شد و ما تصمیم گرفتیم مثلا این رویداد رو واقعی کنیم و پارسال دو بار تور کارآفرینی توسط قطار جادویی انجام گرفته. یک بار با کارآفرینی از تهران رفتیم گرگان، یک بار از تهران رفتیم سمت اهواز. امسال در کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی از این قضیه خیلی حمایت کرده و انشاءالله برای اسفند ماه ما قطارمون میخواد از تهران حرکت کنه به سمت شهر مشهد و با یه برنامه‌های خیلی ویژه‌ای امسال که خیلی گسترده‌تر هست انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. همچنین یک جشنواره رو اندازی کردم من تصمیم این جشنواره ملی خلاقیت و کارآفرینی راهکار که خب اونم یه دورش برگزار شده، امسال همراه با قطار جادویی دومین جشنواره ما انشاءالله برگزار خواهد شد که اون هم به معرفی کارآفرینان برتر کشور می‌پردازه. امسال ما اومدیم یک بخش رو اضافه کردیم، بخش فیلم‌های کوتاه بودن. خب فیلم سازا رو ما وارد قضیه کردیم، فیلم سازهایی که در ساخت کارآفرینی بیان فیلم بسازن و به جشنواره بدن، همه اینها قرار دیویدی بشه، فیلم بشه، تو جشنواره پخش بشه، از برگزیدگان تجلیل بشه و بعد بتونیم اون رو تو جاهای مختلف به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده بکنیم و در اختیار کل مردم قرار بدیم. همچنین قراردادی که خود اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی با اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی داره مبنی بر این که این کارآفرینی را وارد مدارس بکنیم و تقریبا بیش از 1,000,000 دانش آموزی که توی استان هستن را پوشش قرار بدیم که خب برای پوشش قرار دادن 1,000,000 دانش آموز قطعا ما نیروی کار نیاز داریم و داریم الان تیم‌های خیلی خوبی را آماده می‌کنیم. یک دوره مربیگری خلاقیت اونجا برگزار کردیم. این ایده‌ای که ما دادیم داره گسترش پیدا میکنه چون که یکی از خصوصیات خلاقیت این هستش که خلاقیت همیشه پیشرونده است و خوشبختانه من سعی کردم که همیشه این پیشروندگی را حداقل اجرا بکنم و هیچ وقت در حالت سکون ما نمی‌ایستیم. هر بار یک ایده جدید و سریعاً اون را پیشرفتش میدیم، به شهرهای مختلف میبریم، به استان‌های مختلف میبریم، افراد مختلف تحت پوشش قرار میدیم و خود این هم تو شغل ایجاد کنیم.
یکی از کارهایی که جدیداً راه اندازی کردیم تحت عنوان مدرسه مجازی هستش که مدرسه ای از طریق اینترنت ما راه اندازی کردیم، کلاس های مختلفی الان در زمینه کارآفرینی در زمینه کودکان و جوان گذاشتیم، مدرس های مختلفی الان دارن توی مدرسه ما کار میکنن و از طریق اینترنت دارن درآمدزایی براشون داره. مخصوصا الان داریم صحبت میکنیم با سازمان بهزیستی چون من خیلی دنبال این قضیه هستم، خیلی از افرادی که ناتوانی های جسمی و حرکتی دارن و نمیتونن احیانا بیان توی کلاس درس به صورت فیزیکی دیگران آموزش بدن درس بدن، ولی علاقه من به این قضیه هستن که آموزش بدن و درس بدن این افراد. خب الان این مدرسه مجازی ما امکانه برای اینها فراهم کرده و استقبال خیلی خوبی هم شدن و چند نفری من سراغ دارم، اینها افرادی هستن تحصیلات بالا، فوق لیسانس روانشناسی دارن، از خواهم خدمتون که به علت معلولیتی که داشتن نتونستن وارد سیستم آموزشی بشن و بتونن تو کلاس ها برن درس بدن به صورت فیزیکا. الان مدرسه مجازی امکان براشون فراهم کرده، اینها به عنوان مدرس توی مدرسه دارن تدریس میکنن و دانش آموزان دارن که طریق اینترنت هم به اونها نیازی نیست که حتما فراگیر و معلم همدیگر ببینن توی این سیستم و از این طریق میتونم حالا کنترل بکنم. خب قطعا برای سالهای آینده من مطمئن هستم ایده های جدیدی خواهیم داشت و میتونیم حالا پیاده بکنیم و امیدوار هستم که هر روز بتونیم کار خودمون رو بیشتر گسترش بدیم. خب همین داره شغل ایجاد میکنه و اون ایده اولیه که من سال 87 داشتم تحت عنوان یک نفر چجوری میتونه دانشمند مختار بشه و اون طرح نخبه پروری الان داره واقعا به یک ایده بسیار بزرگ و سیستم بزرگ تبدیل میشه. البته من اینم خدمتتون بگم دیدگاه ما یک دیدگاه جهانی هستش، ما دوست داریم ان شاء الله تو جایی پیش بریم که ما بتونیم تو کشورهای مختلف شعبات مختلفی داشته باشیم و همه مردم دنیا را تحت پوشش قرار بدیم. حالا در حال همیشه من توی کلاس‌های درس هم به همه میگم جهانی فکر کنید ولی محلی عمل کنید. ما این کار را انجام دادیم و اطمینان داریم که تا چند سال دیگه در کل دنیا حرف برای گفتن داشته باشه. از توجه شما خیلی سپاسگزارم، ممنون هستم، خدا نگهدار.